به نام خداوند بخشاینده و مهربان، از ادعای مستقل بودن تا اعتراف به خدمت و جنگ در راستای منافع پاکستان، سمیع الله محمدی مسئول انتحارهای شبکه حقانی در مستند آمریکا و طالبان اعتراف میکند که ارتش پاکستان آنان را حمایت کرد، آموزش داد و برایشان دستور میداد که در افغانستان جنگ کرده حکومت را سرنگون و آمریکایی ها را بکشد. این به چه معناست؟ ما به کدام سو در حرکت هستیم؟ از سوی هم با توجه به کمک گسترده ای که آمریکا در طول 20 سال به پاکستان انجام داد، آیا پاکستانی ها زرنگی کرد و آمریکایی ها را دور زد و یا یک بازی پشت پرده در هماهنگی دو طرف جریان داشت تا دوباره طالبان روی کار آید؟ سلام بر شما مخاطبان گرامی، امروز 17 حمل و 6 آوریل هست. برای بحث و جزئیات بیشتر آقای رحمت الله شریعتی را از کلگری ایتالیا با خود داریم که خدمت آقای شریعتی سلام تقدیم میکنیم. خوش آمدین به سنترال افغانستان. با عنوان اولین پرسش میخوام از شما بپرسم آقای شریعتی، ما واقعا به کدام سمت در حرکت هستیم و چه جریان داره؟ طالبان از یک سو میگه که ما مستقل هستیم و از سوی هم رسما اعتراف میکنه که ما در راستای منافع پاکستان کار کردیم و البته در طول 20 سال خب معلوم است که این گروه رهبرانشان در پاکستان هم حضور داشتن. من فکر میکنم که طالبان در واقع یا به عبارت ساده تر محتوا و متن طالب ترکیبی از سه عنصر قومیت، شریعت و استخبارات است. به معنای از این که خب طالبان در افغانستان در واقع هدف اصلیش پیشبرد آجندای قومی است تا ای که افغانستان را بتانه در واقع تجربه بسیار که پشتونها در افغانستان گرفتن ای که بالاخره با آزادی، با دموکراسی، با حکومت‌های متمدن، با برابری اینا اما سلطه و قدرت پشتون‌ها زیر سوال میره. بنابراین طالبان به عنوان گروه جایگزین و به عبارت ساده‌تر به عنوان نفوذی‌ها و لابه‌های پشت پرده پشتون‌ها آمدن بالاخره با یک تعامل و طرفاً قدرت را به دست گرفتن که بنابراین کاملاً آجنده قوی داره. ترکیب دیگه ای از طالب شریعت است. البته برداشت طالب در واقع از شریعت تحت تأثیر مکتب دیوبندی است، تأثیر مکتب جماعت العلمای پاکستان است و بنابراین برداشت بسیار بدوی و افراطی از دین داره و همین برداشت در واقع بسیار همخوانی داره با فرهنگ اصلی قبایل جنوب افغانستان. و نکته مهم و ترکیب سومی را که طالبان را تشکیل می‌دهد، ترکیب در واقع طالبان ابزار در دست استخبارات منطقه و قدرت‌های جهان است. ما می‌دانیم از زمانی که طالبان تشکیل می‌شه در واقع به عنوان یک گروه در قندهار، از اون زمان تحت مورد توجه استخبارات پاکستان و بعدها از طریق پاکستان مورد توجه و لابی کشورهای دیگه قرار میگیره. بنابراین از اون زمان تا هنوز طالبان تحت یا به عبارت دیگر ابزار استخبارات جهان و منطقه است. اما طالب نمیاید در واقع که اینا رو بگوید که ما ابزار هستیم یا در به عبارت دیگر ما آجندای قومی داریم. طالب فقط دو نکته را میخواید برای تخدیر اذهان عموم، به خصوص برای از این که بیتانه اساکر خود را که افراد بسیار کم سواد یا بدون سواد هست اونا را قانع بسازه و به عبارت دیگر یک روایت شکتر از خود روایت بکنه، قرائت بکنه و یا بخواید خود را بسیار ملیگرانشان بته، فقط عنصر شریعت را می پیش میکشه. ما میخواییم یک حکومت اسلامی تشکیل بدیم. چرا؟ به خاطر از اینکه قبلا افغانستان توسط آمریکایی ها اداره میشد. بنابراین حالا طالبان بیشتر این دیدگاه را مطرح میکرد، اما با پخش این ویدیو که البته این تازگی نداره ولی در یک موقع و برهه بسیار حساس و توسط افراد و اشخاص کلیدی از جمله مسئول انتحاری شبکه حقانی مطرح شده، یک موضوع بسیار مهم و یک معضله بسیار مهم را در واقع حل کرده، یا به عبارت ساده‌تر بسیار واضح و روشن برای جهان و برای
مردم افغانستان و برای کشورهای منطقه گفته که بالاخره طالب کسی نیست جز در واقع اجنت پاکستان و ISI. بنابراین پخش و نشر این ویدیو در شرایط کنونی تمامی ادعاهای گذشته طالبان را باطل می سازد و یک بار دیگر سند موجه و معتبر را برای جهان، برای کشورهای منطقه و برای مردم افغانستان ارائه می کند که بالاخره طالب آجندای کشورهای منطقه هست و به خصوص تحت نفوذ و برنامه و پلان استراتژیک پاکستان عمل می کند. بنابراین هر اون حرف را که پیش از این طالب گفته به عنوان از این که ما می خواهیم برای استقلالیت افغانستان بجنگیم یا می خواهیم برای احیای شریعت در افغانستان بجنگیم، همه از اینا دروغ بیش نیست و رقمی که خود از اونا اذعان کرده، اونا برای منافع پاکستان و برای بالاخره پول می جنگه. آقای شریعتی، یک نکته دیگر هم میخوایم اینجا رویش بحث بکنیم. این مقام شبکه حقانی میگه که برای ما ارتش پاکستان دستور میداد که ضمن سرنگونی حکومت افغانستان باید آمریکایی ها را هم هدف قرار بدیم، در حالی که میلیاردها دلار در طول 20 سال گذشته آمریکا در به پاکستان کمک کردند و در واقع بسیار دوستان خوبی استراتژیک هم بودن و هستن. حالا فکر میکنین که پاکستان در این زمینه آمریکا را دور زد و یکی یک بازی پشت پرده و این دو طرف جریان داشتن تا دوباره طالبان به قدرت برسانه و یا موضوع دیگه ای؟ خب پاکستان به عنوان یک شریک استراتژیک و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا به حساب میه بنا به دلایل مختلفی. اول موجودیت جغرافیای استراتژیکی پاکستان است که پاکستان از نظر موقعیت جغرافیایی در یک موقعیت از آسیا قرار دارد که از این طریق ایالات متحده آمریکا برای نفوذ بر ایران، بر افغانستان و به خصوص نفوذ بر روسیه در اینجا باید یک حضور داشته باشه. حالا یک حضور ممکنه نظامی باشه، یک حضور ممکنه سیاسی و دیپلماتیک باشه. از طرف دیگر نگرانی بسیار جدی را که ایالات متحده آمریکا داره و نمیتونه هیچگاه خود را از کنار پاکستان دور بکنه، موضوع موجودیت گروه های تروریستی و سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. خب شما می‌دانید که پاکستان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است. غرق شدن نظامیان پاکستان در فساد و موجودیت ده‌ها گروه‌های تروریستی قدرتمند در پاکستان و همچنین موجودیت کلاهک‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا را بیش از پیش نگران کرده است که مبادا روز این سلاح‌های هسته‌ای به دست یک گروه تروریستی بیفته که این گروه‌های تروریستی اغلبا در مخالفت با ایالات متحده آمریکا قرار دارد. بنابراین ایالات متحده آمریکا در یک ناچاری و در یک ناگزیری تمام همواره تلاش کرده که بالاخره پاکستان را با خود داشته باشه و پاکستان را نگذاره که آزرده باشه. اما زمانی که ایالات متحده آمریکا حتی در افغانستان هم آمد، بخش کلانی از معلومات های استخباراتی و بخش کلانی از عملیات ها از خاک پاکستان انجام شد. خب این آمد انجام شد و پاکستان ناگزیر بود که یک مقدار همکاری بکنه با ایالات متحده آمریکا، هم به دلیل از اینکه شریک استراتژیکش هست و هم به دلیل از اینکه سالها هر سالانه میلیون ها دلار از ایالات متحده آمریکا به عنوان کمک دریافت میکنند. خب آمد حکومت در افغانستان برقرار شد، اما اینجا یک تضاد منافع یا به عبارت دیگر یک کانفلیکت بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان به وجود آمد. این تضاد چی است؟ این تضادی است که بعد از این که پاکستان در واقع با چهار رویارویی نظامی با هند شکست خورد و یک شکست بسیار مفتزهانه و حقیرانه را متقبل شد، دو دیدگاه استراتژیک را پاکستان مطرح کرد که افغانستان به عنوان عمق استراتژیک پاکستان مطرح شد. یکی ای که اگر چنانچه در واقع پاکستان شکست بخوره از هندوستان، مرز افغانستان و کوههای افغانستان، کوههایی که هم مرز است با پاکستان،
به عنوان یک ذخیرگاه استراتژیک نظامی باید در اختیار پاکستان قرار داشته باشه، تا اینکه بتونه پاکستان از خاک افغانستان تجدید قوا بکنه یا به عبارت دیگر در اینجا بتونه پناهگاه بگیره. این یک استراتژی بسیار قدیمی و بیشتر از نیم قرنه پاکستان است نسبت به افغانستان، که البته تا هنوز تغییرات در او نیامده. موضوع دیگر ای بود که بالاخره افغانستان نباید دارای یک حکومت ملی و مدرن و قوی و قدرتمند باشد. خب آمریکا وقتی که در افغانستان آمد با تجهیز و آموزش نیرو و ارتش 350 هزار نفری در واقع افغانستان را در یک مرحله بسیار بالاتری در کشورهای منطقه قرار داد. و نادیده نباید بگیریم که موجودیت افغانستان قدرتمند به معنای از این است که یک دولت ملی و مدرن و دموکراتیک همیشه روابط دوستانه و استراتژیک با هندوستان خواهد داشت. بنابراین در این تضاد منافع ایالات متحده آمریکا و پاکستان ای بود که آمریکا از یک حکومت مدرن و ملی و از یک حکومتی در واقع دارای ارتش قدرتمند در افغانستان حمایت میکرد، اما این خلاف منافع پاکستان بود. چرا؟ به خاطر که افغانستان پاکستان یک حکومت وابسته و قومی و گروهگرایی را در افغانستان میخواست. چرا که این گروه گرایی و حکومت وابسته و قومی میتونه بیشتر منافع پاکستان را تامین بکنه و مهمتر از همه این گروه ها نمیتونه با هندوستان به خاطر دلایل های بالاخره مذهبی، دلایل های مختلف روابط برقرار بکنه، و همچنین پاکستان میتونه از این گروه ها به عنوان یک حربه در صورت امکان استفاده بکنن. این دلایلی بود که بالاخره یک تضاد منافع بین آمریکا و پاکستان به وجود آمد و پاکستان با زیرکی تمام به کمک شرکای عربی خود از جمله قطر و از جمله عربستان و از حتی کشورهای مثل ایران و روسیه و چین به کمک از اینا فضا را طور به اصطلاح وانمود کرد، لابه های قدرتمند را در غرب و در کشورهای اروپایی فعال ساخت تا آمریکایی ها را متقاعد بسازه که افغانستان در واقع با موجودیت یک حکومت نیمبند دموکراسی و جمهوریت به ثبات نمیرسه. افغانستان با وجود یک گروه مذهبی و یک گروه تندرو میتونه به ثبات برسه و مهمتر از همه منافع کشورهای غربی رو تأمین بکنه. با این لابیگری های خود، خب بالاخره پاکستان موفق شد تا ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی را متقاعد بسازه که هزینه خود را اونا در افغانستان کم بسازه و افغانستان را بسپاره به دست طالبا، و طالبا میتونه بیشتر منافع ایالات متحده آمریکا را و منافع کشورهای اروپایی را با کمترین هزینه تأمین بکنه. اصل دلیل را ما در اینجا میبینم. آقای شریعتی، نکته دیگری که آینده را چگونه پیش بینی میکنید با توجه به آنچه که شما گفتین و آنچه که گذشت و آنچه که میگذرد و اینکه کشورهای جهان هنوز هم به تعامل با طالبان امیدوار هستند و از جمله پاکستان که اونطور شما گفتین دنبال عمق استراتژیک بود، ولی خب حالا ببینیم که کلا وضعیتش وخیم شده و خودش هم با طالبان پاکستانی عملا درگیر است و درگیری ها افزایش پیدا کرده، چه فکر میکنید آینده چی خواهد شد با توجه به آنچه که میگذره و گذشت؟ خب اگرچه پیش بینی آینده بسیار کار سخت و دشوار هست، ولی من چند سناریو رو در اینجا احتمالش رو میبینیم. اول، پاکستان نیازمند از این است که استراتژی خود را در افغانستان باز تعریف بکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما عملا میبینیم که عمق استراتژیک پاکستان از افغانستان در واقع منجر به جرأت گرفتن و جسارت گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی در خاک پاکستان شده است. بنابراین این خطر بسیار جدی هست که پاکستان در معرض یک شرارت تمام عیار و در معرض هجوم هیولای به نام تروریست قرار بگیرد. و از طرف دیگر تا پاکستان هنوز هم به این باور است که طالبان افغانستانی بتونه طالبان پاکستانی را کنترل بکنه. چرا؟ به خاطری که
با شکست های پی در پی مالی، با وضعیت اسفبار مالی که پاکستان داره، ارتش پاکستان توانایی حملات گسترده علیه گروه های تروریستی از جمله طالبان تحریک پاکستانی را ندارند. بنابراین اینا تنها گزینه ای که داره ای است که تلاش بکنه یک معامله انجام بده. این معامله چی است؟ در سطح بین المللی لابیگری بکنه پاکستان برای به رسمیت شناسی طالبان و از این طریق طالبان تأثیر بگذاره، طالبان افغانستان بر طالبان پاکستانی، تا میزان حملات خود را اونا کاهش بده و از داعیه برپایی حکومت اسلامی در پاکستان صرف نظر بکنه. موضوع دیگه ای که به نظر میرسه ای است که هنوز کشورهای اروپایی از جمله ایالات متحده آمریکا هنوز منتظر از این است که ببیند طالبان در واقع آخرین هدفی را که اینا میخواهد به نمایش بگذاره چی هست، چون هنوز واقعا معلوم نیست که طالبان بالاخره با کی است. هنوز با چین روابط گسترده داره، هنوز با روسیه، با بالاخره ایران به عنوان مخالفین کشورهای غربی و همچنان با خود کشورهای غربی اینا روابط گسترده داره. بنابراین اینا هنوز منتظر است که واکنش جدی و تصامیم اصلی طالبان پی ببره، که اگر چنانچه طالبان روی بیاره به کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه و چین، در این صورت کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تصمیم خواهد گرفت که گروه‌های جایگزین را یا گروه‌های مقابل طالبان را حمایت بکنند. اما اگر چنانچه طالبان در واقع روی بگرداند تا حدودی را و منافع بیشتری تعریف بکنند نسبت با کشورهای غربی نسبت به کشورهای منطقه‌ای از جمله روسیه، چین و ایران، در این صورت اینمی موضوع ادامه خواهد یافت و اینا طالبان را حمایت خواهد کرد. از یاد نبریم که موضوع حقوق زنان، موضوع حقوق بشر، اینا هیچ جایگاهی در متاسفانه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، حتی کشورهای اروپایی نداره. اروپا زمان اینا برایش مهم بود که بالاخره جنگ اوکراین و روسیه اتفاق نیفتاد و بعد از اتفاق جنگ اوکراین دیگه موضوع افغانستان، مسئله افغانستان چندان موضوعیت برای کشورهای اروپایی نداره. اما برای ایالات متحده آمریکا مهم ای است که چه گروه میتونه منافعی از اینا را در افغانستان تأمین بکنه. دیگه نه دموکراسی برایش مهم است، نه حقوق بشر مهم است، نه حقوق زنان مهم است. و چنان که ما میدانیم مثلا خب سراج الدین حقانی کسی است که ایالات متحده آمریکا $10 میلیون برای دستگیری از او بالاخره جایزه تعیین کرده، اما فعلا با او نشست و برخاست داره، با او ارتباطات داره. بالاخره نه تنها از طالبان به عنوان یک گروه تروریستی یاد نمی کنند که پیوسته از اونا می خواهند که به عنوان یک دولت بالاخره تلاش بکنند که یک سری تغییرات را بیارن، یا مثلا حق آموزش قائل شوند برای زنان افغانستان. خب اینا همه نشان می ده که اون چرا که ایالات متحده آمریکا در واقع می خواهد از طالبان نه موضوع نصاب تعلیمی مدرن هست، نه موضوع حقوق بشر هست، نه موضوع حقوق زنان هست. تنها چیزی که میخواهد این است که بالاخره منافع ایالات متحده آمریکا را در افغانستان تأمین بکنه و با گروه های تروریستی دیگه که در افغانستان حضور داره به شکل از اشکال اینا را در واقع معرفی بکنه، تبادله معلومات استخباراتی با آمریکا داشته باشد، تا ایالات متحده آمریکا، امنیت ملی ایالات متحده آمریکا از طریق گروه های دیگه مثل القاعده و مثل داعش و اینا مورد تهدید قرار نگیرن. بسیار تشکر از شما جناب آقای رحمت الله شریعتی، فعال مدنی، از اینکه در بحث حاضر شدین، و تشکر از شما مخاطبان گرامی که تایدن با ما همراه بودین. لطفا اگر در چه فیسبوک بلنده هستین به اشتراک بمانید.